شاهد 129 یا مهاجر 10، مسئله این است. 31 مرداد امسال همزمان با روز صنایع دفاعی، پهپاد مهاجر 10 توسط وزارت دفاع رونمایی شد. بعد از این رونمایی بود که حرف و حدیث هایی در مورد شباهت این پهپاد با سایر پهپادهای ساخته شده در کشور مطرح شد. در این برنامه قصد داریم به یکی از این موارد، یعنی شاهد 129 بپردازیم. پس تا انتهای برنامه همراه مشکات پلاس باشید. برای شروع مقایسه اول به مشخصات شاهد 129 می‌پردازیم. نخستین پیشنمونه این پهپاد شناسایی رزمی برای اولین بار در سال 90 پرواز کرد و اولین پرواز عملیاتی اون در سال 91 و در جریان رزمایش پیامبر اعظم 7 انجام شد. در اون زمان شاهد 129 در حالی دیده شد که کسی اون رو نمی‌شناخت. در طی اون رزمایش از این پهپاد ناشناس که در اون زمان مسلح هم نبود و از عرابه فرودهای ثابت استفاده می کرد، برای شناسایی و تصویربرداری از اهداف تعیین شده به سوخو 25 های سپاه برای انهدام اونها استفاده شد. با گذشت زمان این پهپاد به طور رسمی در سال 92 رونمایی و وارد سازمان رزم سپاه شد. شاهد 129 در زمان خودش و پیش از رونمایی شاهد 149 تکامل یافته ترین محصول پهپادی صنایع شاهد محسوب می شد، چرا که حاصل ارتقا و گسترش طرح شاهد 121 به شاهد 123 و 125 بود تا در نهایت به شاهد 129 رسید. بعد از این مقدمه کوتاه در مورد این پهپاد، برای اینکه توانایی کلی اون دستتون بیاد به مشخصات فنی و توانایی عملیاتی اون اشاره می کنیم. شاهد 129 با طول 8.3، ارتفاع 2.3 و طول بال 15 متری، دارای سرعت کروز 135 و بیشینه سرعت 200 کیلومتر در ساعته. این پهپاد میتونه با مداومت پروازی 24 ساعته تا سقف 24 هزار پا و تا بیشینه برد 2000 کیلومتر پرواز کنه و یک منطقه به مساحت بیش از 20 هزار کیلومتر مربع رو در یک پرواز پایش کنه. بیشینه وزن برخاست اون 1150 کیلوگرمه و با بیشینه وزن محموله 2000 کیلوگرمی میتونه تا 4 بمب یا موشک سدید رو در کنار محموله اپتیکی عقاب 4 یا 6 با حداکثر وزن 19 کیلوگرم حمل کنه. همونطور که احتمالاً میدونید، این پهپاد از یک موتور پیستونی روتاکس 914 استفاده میکنه که با توان 115 اسب بخاری این قابلیت‌ها رو برای شاهد 129 فراهم کرده. شاهد 129 پس از ورود به خدمت به همون شکل اولیه باقی نموند و ارتقاهای جزئی هم به خودش دید. در سال 94 این پهپاد برای اولین بار به آنتن ماهواره‌ای مجهز شد که علاوه بر امکان هدایت به این طریق، قابلیت ارسال آنلاین تصاویر رو هم به دست آورد. در سال 96 این پهپاد اولین پرواز خودش رو با خلبان خودکار انجام داد تا نشست و برخاست اون بدون حضور پرسنل و به صورت خودکار انجام بشه. در سال 97 این پهپاد امکان پرواز چند فروندی رو به دست آورد و بر اساس اطلاعات موجود تا همون سال شاهد 129 به عدد 15000 ساعت پرواز رسید. این پهپاد در سال 94 برای اولین بار و برای انجام ماموریت‌های شناسایی، پشتیبانی و گشت رزمی مسلح به سوریه اعزام شد و ماموریت‌های زیادی رو هم به انجام رسوند، به طوری که تا سال 97 به رکورد 800 عملیات رزمی در سوریه رسید. مدتی قبل هم سردار حاجی‌زاده از پهپاد شاهد 139 به عنوان نسخه بهینه شاهد 129 نام برد، اما با توجه به اینکه این پهپاد تا حالا جایی حضور نداشته و مشخصات فنی اون هم نامعلومه، نمیشه فعلا این پهپاد رو در این مقایسه قرار داد. اما میشه حد زد سپاه با برخی تغییرات در شاهد 129 و احتمال استفاده از موتور قوی‌تر، توان حمل محموله‌های سنگین‌تر رو به شاهد 129 اضافه کرده باشه. خب به نظر میاد به طور کامل به مشخصات شاهد 129 سپاه پرداختیم. حالا میریم سراغ پهپاد جدید خاندان مهاجر. کار خاندان مهاجر در صنایع قدس وزارت دفاع آغاز میشه. پس از ساخت خانواده مهاجر در نهایت در سال 96 مهاجر 6 به میدان اومد. پهپادی که ساخت و تولید انبوهش نشون میداد وزارت دفاع در ساخت پهپادهای شناسایی رزمی به بلوغ رسیده و حالا میتونه پهپادهایی بسازه که با قابلیت حمل محموله هایی با وزن نسبتا مناسب تا بردهای قابل قبولی در ارتفاعات و مداومت پروازی بالا پرواز کنن. خانواده مهاجر حالا به پهپاد شناسایی رزمی مهاجر 10 رسید
پهپادی که با طیف وسیع تسلیحات هوا به سطح میتونه تا سقف 300 کیلوگرم محموله حمل کنه و با مداومت پروازی 24 ساعته تا شعاع عملیاتی 2000 کیلومتر و تا سقف 24000 پا پرواز کنه. این پهپاد در بخش پیشرانه از یک موتور پیستونی با توان 150 اسب بخار بهره میبره که اون رو به حداکثر سرعت 210 کیلومتر بر ساعت میرسونه. از اونجا که مشخصات دقیق موتور اعلام نشده و از اونجا که موتورهای تولیدی شرکت معظم روتاکس سابقه درخشانی در پهپادهای موتور پیستونی دارن، این موتور رو میشه همرده موتور روتاکس 915 دونست که حداکثر توان 141 اسب بخاری فراهم میکنه و بر اساس برخی منابع به توان 150 اسبی هم دست پیدا میکنه. مهاجر 10 در بخشای الکترونیک و اویونیک نسبت به پهپادهای تولیدی گذشته ارتقا پیدا کرده و سیستم اپتیکی چند طیفی اون امکان کشف اهداف تا فاصله 30 کیلومتری رو فراهم میکنه. این پهپاد دارای دو هارد پوینت برای نصب آویزگاه است که در مجموع میتونه 6 پایلون برای حمل سلاح داشته باشه. همچنین گفته شده این پهپاد میتونه 70 کیلوگرم محموله رو در دهلیز داخل بدنه حمل کنه که حداقل تا الان تصویری از اون مشاهده نشده. گرچه به نظر میرسه شاهد 129 و مهاجر 10 شباهت‌های به خصوص در ابعاد و اندازه با هم دارن، اما در مشخصات فنی پهپاد مهاجر 10 در رده بالاتر از شاهد 129 قرار میگیره. مهاجر 10 با اینکه مثل شاهد 129 از موتور پیستونی استفاده میکنه، اما موتور قدرتمندترش نسبت به روتاکس 914 شاهد 129 باعث شده تا بتونه 100 کیلوگرم بیشتر از شاهد 129 محموله رزمی حمل کنه. این تفاوت‌ها در بخش محموله اپتیکی مهاجر هم دیده میشه، به طوری که استفاده از محموله اپتیکی سنگین‌تر نسبت به محموله اپتیکی شاهد 129 باعث شده تا عملکرد این پهپاد در مأموریت‌های شناسایی نسبت به شاهد 129 و سایر پهپادهای همرده افزایش پیدا کنه. بنابر آخرین اخبار، مهاجر 10 بر اساس اعلام نیاز نیروهای مسلح توسط وزارت دفاع ساخته شده و برخلاف برخی محصولات دیگه که بدون نیازسنجی ساخته و معرفی شدن، انتظار میره تا مهاجر 10 سرنوشت متفاوتی نسبت به اون محصولات داشته باشه و به طور گسترده تر در سازمان رزم نیروهای مسلح دیده بشه. همچنین با توجه به جنگ اوکراین و به کارگیری پهپادهای شناسایی رزمی و انتحاری ایرانی مثل مهاجر 6 و شاهد 131 و 136 در این جنگ توسط روسیه، میشه انتظار داشت تا وزارت دفاع با بازاریابی مناسب بتونه مهاجر 10 رو به عنوان پهپادی سنگین‌تر و با قابلیت‌های بیشتر نسبت به مهاجر 6 به روسیه و یا سایر مشتریان خارجی بفروشه. در نهایت به امید افزایش روزافزون اقتدار ایران. ممنون که ما رو با نظرات و انتقادات خودتون خوشحال می‌کنید و تا پایان این برنامه هم همراه مشکات پلاس بودید.